نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسین شیرازی روز سه شنبه چهارم ذیحجه سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی با تاکید بر اینکه تمسخر دیگران مجوزی برای انجام فعل حرام نمی باشد فرمودند البته حرج و ضرر همه احکام را تخصیص میزنند و گاه در صورت وجود حرج و ضرر ممکن است انجام فعل حرام در چنین شرایطی جایز باشد معظم الله با اشاره به اینکه در دو مورد حرج و ضرر موجب تخصیص احکام نمی شود و تحت هیچ شرایطی نمی توان عمل حرام را انجام داد فرمودند مورد اول در جایی است که آن حکم شرعی بر اساس حرج و ضرر پای گذاری شده باشد مانند جهاد، زکات، خمس و فدیه که در این گونه موارد چون حرج و ضرر اخص است شامل این تخصیص نمی شود ایشان در رابطه با مورد دومی که شامل این تخصیص نمی شود فرمودند مورد دوم در جایی است که ارتکاز مؤمنین و متشرعین کاری را حرام بدانند و انجام آن را ناپسند شمرده و از ارتکاب به آن تحت هر شرایطی پرهیز نمایند چرا که ارتکاز متشرع نزد فقها ها حجت است لذا در چنین شرایطی چون پرهیز مؤمنین از انجام آن فعل اخص است شامل این تخصیص نمی شود آیت الله لزما شیرازی انجام اعمال خلاف اخلاق مانند زنا را از جمله مصادیق این مورد ذکر نموده و فرمودند در چنین شرایطی حتی اگر انسان دچار بیخوابی و درد و مشکلاتی نظیر آن شود با آنکه دچار ضرر و حرج شده اما شامل قاعده ضرر و حرج نمی شود و حرمت آن فعل همچنان باقی خواهد ماند چرا که در ارتکاز مؤمنین و متدینین حرمت این فعل به واسطه حرج و ضرر رفع نمیگردد لذا در این دو مورد حرج و ضرر موجب جواز انجام فعل حرام نمی باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را زیرا ببینیم و بشنویم روايه صحيحه عن الرضا عليه السلام في هذه المسألة الآن مو ببالي عبارة الرواية ما موجودة في الوسائل موجودة في الكتب الفقهية هذا يدل على الحرمة فقط أنا بالنسبة للذقن فتوى عندي بالحرمة بالنسبة إلى العارضين احتاط وجوبي عندي يعني أنا ما أدافع عن الشخص الذي يحلق العرض يوم القيامة أنا ما أخذ بذمتي أنه أقول هذا معذور إي يقدر ولا أفتي بالحرمة أيضا يقدر يرجع إلى فقيه جامع الشرائط يفتي بالجواز وهو يجاوب عنه